مالک یوم الدین. شاید در دنیا کسی دیوانگی بکنه بگه من فرمان روای بلا منازعم روی زمین، ولی اینجا خداوند میگه مالک یوم الدین. اونجا دیگه کسی جرأت نداره بگه من فرمان روای روز قیامتم. اینجاست که خداوند در دشت محشر دوباره صدا میزنه وقتی که فرمان روایان روی زمینی که دچار غرور و خودباختگی و خودشفتگی شده بودن ادعای خداوندی کردن، بندگان خدا را بردگان خودشون حساب کردن و اونها را به ذلت و خاری نشوندن و فخر می فروختن. اونجاوند در دشت محشر دیگه اینا خداوند میگه فلا تسمع لهم همسا، حتی صدای در گوشی هم از اینا نمیشنوی. اینجاست که خداوند رب العزت و الجلال فریاد میزنه لمن الملک اليوم، امروز فرمان روایی از آن کیست؟ جواب نمیدن. این عربده هایی که میکشن امروز در روی زمین جواب نیست، رنجور استادن، غبار شرم و حیا بر صورتشون و چهرهشونه. دوباره خداوند فریاد میزنه، صدا میزنه لمن الملک اليوم، امروز فرمان روایی از آن کیست؟ جواب نمیدن. لمن الملک اليوم، جواب نمیدن. اینجاست که خداوند ده بزرگ عظیم در اوج کبریا و عظمت و بزرگیش خودش جواب خودش میده، میگه لله الواحد القهار، امروز فرمان روایی مطلق از آن واحد قهاره که هر بزرگ نمایی در دنیا مقهورش میکنه اینجا. سبحان الله. تواضع زیبنده عبده، کبریا و عظمت و بزرگی و جلال رضا و ازار رب العالمینه، لباس رب العالمینه. رب العالمین میگه هر کسی در لباس من که کبریاست با من منازعه بکنه اونو نصفش میکنم. نگاه نکنید چهار روزی داره میبینید بعد از حکام در دنیا چطوری ادعای خداوندی میکنه. داستان نمرود رو شنیدید، داستان فرعون رو شنیدید که دیگه فرعون به بنی اسرائیل گفت انا ربکم الاعلا، من خدای برتر شما هستم، ما علمت لکم من اله غیری. اول یک ذره اعترافی به اون خدای موسی کرد، ولی گفت من برترم از خدای موسی. سبحان الله. ولی تو دوم شیطان وسوسش کرد که اصلا بگه چه نفی بکنه، گفت ما علمت لکم من اله غیری، اصلا من غیر از خودم برای شما الهی خدایی نمیشناسم. سبحان الله. خداوند همون جوی آبی که از زیر قصرش میرفت و پوز میداد میگو و هذه الانهار و تجری من تحتی، رودخانه ای که خداوند ایجاد کرده روان کرده میگه مال من، زیر پای قصر من داره رد میشه. خداوند رودخانه را که زیر پاش میرفت عروس سرش برد. سبحان الله. وقتی که رودخانه از روی سرش رد شد فریاد زد که الان من ایمان میارم به همون خدایی که موسی و بنی اسرائیل ایمان داشتن. گفت الان دیگه خیلی دیر شده، ما فقط جسد تو چه بدن تو امروز نجات میدیم که درس و عبرتی باشه برای هر خدانمایی که و فرمان روایی که ادعای خداوندی میکنه و ظلم میکنه و مردم رو ذلیل و خوار میکنه. حکام متوجه باشن اینا بندگان خدا، خدا نسبت به بندگانش غیرت داره. رامسیس دوم همین فرعونه، جسد مومیاییش هست. آخرین نفری که از
قوم بنی اسرائیل از پیروان موسی از رودخانه رد شدن، از نیر رد شدن، وقتی عصاشو زد چوب بز موقع چه کارایی میکنه. سبحان الله. اینا وقتی وصل میشه به نیت ما، نیت ما و توکل ما وصل میشه به بالا، اصلا دیگه هیچ چیزی چاره تو نمیکنه، هیچ چیزی نمیتونه در مقابل تو علم بشه. این توکل و نیت رو داشته باشید. کارهای عجیبی میکنه این توکل. قدرت انسان مؤمنی که به خدا وصله. زمین وقتی که از آسمان یا آسمان از زمین، از آسمان، مجموعه آسمان جدا شد، همینجور در حال چرخشه. خداوند برای اینکه چرخش زمین و حرکت زمین رو کنترل بکنه، کوه انداخ در زمین و خداوند می‌فرمایند والجبال اوتادا. ما زمین رو کنترل کردیم با لنگری به اسم کوه که لایه‌های درونی زمین و قارات رو از درون به هم وصل می‌کنه. والجبال اوتادا. اوتاد جمع وتده و وتد به میخی گفته میشه که عرب یا صحرانشینا خیمه‌شون رو محکم میکردن، میخ میکردن، میکوبیدن، به اون میگن وتد. و اینجا خداوند تشبیه کرده کوه به وتد، به میخی که زمین رو کنترل میکنه. سبحان الله، چه قدرتی است تو این کوه. همین اندازه که روی زمینه، چند برابر زیر زمینه، ریشه دوانده تو لایه های زمین، زمین رو داره کنترل میکنه.